من اول همه از فرمانده محسن بگم، همین ایرج اورک. اینم تصویر فرمانده محسن هست، مجاهد شهید ایرج اورک. از همشهری خودم هم بودن، در فاز سیاسی و نظامی خیلی فعال بودن، از بچه های عملیاتی هم بودن و یک خط خیلی خوب و نقاشی عالی هم داشت که از نزدیک میشناختمش. فرمانده گردان ما مجاهد شهید ایرج اورک بود و در ایرج روز دوم مجروح شد که دستش مجروح شد، ولی حاضر نشد به عقب برگرده که با یک دستش بیکیستی شلیک میکرد که در درگیری کمین سیاه‌خور با گردانشون واقعا قهرمانان درخشیدن و مزدوران رو عقب زدن که در همونجا هم به شهادت رسیدن. این تصویر فرمانده گردان ما فرمانده قدیره مسعود پاشایی فرد مقدم. بچه‌ها به سر سلاحاتون توجه داشته باشین. که در کمین سیاه‌خور شهید شدن موقعی که درگیر شدن با مزدوران، که فرمانده گردان ما بودن که دو تا دسته داشتیم. فرمانده قید آخرین صحنه که من تو ماشین صدا توی تمپو صداها رو می‌شنیدم که وارد اونجا داده درگیری شده بودن با پاسدارا، گله پاسدارا، بعد یک سری گزارش میداد که الان درگیر شدیم، من دارم شلیک می‌کنیم، عقب رفتم، بعد دوباره دارن میان، اینا کشته شدن، یه سری دیگه دارن میان. من اینقدر که یادمه تا آخرین گلوله‌شون جنگیدن دیگه بعد از اون من دیگه صداشو نشنیدم. خواهر مهین رضایی در گردن حسن آباد ماموریت گردآوری مجروحین رو داشتن تو صحنه، یعنی همونجا هم بهشون ابلاغ شد و ایشون علاوه بر این که تونستن چندین اکیپ رو بفرستن و مجروحین رو جمع کنن و از صحنه بیارن، همونجا به بیمارانم و مجروحینم رسیدگی میکردن. در یک صحنه من یادمه که یکی از برادرها به دلیل شدت جراحتش نیاز به خون داشت و همینطور خواهر مهین اومد بالا سرش گفت خون چی میخواد؟ که همونجا پرستار گفتش که خون اوی منفی، چون تو پلاکی که رو گردنش بود نوشته بود اوی منفی. بعد خواهر مهین اونجا فریاد میکشتن که بچه ها کی اوی منفیه؟ بعد هیچ کس متاسفانه اوی منفی نبود. بعد چون خودش اوی منفی بود گفت از من خون بگیرین. هرچی بهش گفتیم که با شما فرماندید این صحنه هست، نمیتونین که شما خون بدین، بعد دیگه صحنه رو کی جمع کنه؟ گفت همینی که گفتم، هیچ کس حرف نزنه، من بعد به این برادر مجروحمون خون بدم، کسی هم هیچ حرفی نزنه، همین که میگم اجرا کنی. که همونجا خواهر مهین دراز کشید روی جاده و به پرستار فرمان داد که ازش خون بگیره. ازش دو کیسه خون گرفتن و اون برادرمون تونست که زنده بمونه. که دیگه ما بعدش دیگه شروع کردیم رسیدگی کردن بهش و سرم زدن و اینا که خودش بتونه برگرده به حالت اول. مریم عبدی، شهید مریم عبدی بود که خب از تیپ سوسن از ابتدا ما با هم بودیم، توی دسته بودیم، هم آفتاب و چلچراغ هم با هم شرکت کردیم. تو فروغ جاویدان اون موقع تو تیپ خرمهین نبود، تیپ دیگه بود، ولی تو صحنه من باش یکی قبلش نزدیک دیدمش چند لحظه که خب خیلی ذوق و شوق داشت، میگفت که من خیلی دلم میخواد زودتر خودم رو آتیش بزنم، میتونم این عملیات رو پیش ببرم. که خب به طور واقعی هم تو صحنه وقتی بالای یال من دیدمش همین وضعیت داشت، یعنی لحظه خستگی توش دیده نمیشد.
یکی دیگه از خواهرامون، خواهر جمیله قربانی، فرمانده اکرم بود که فرمانده گردان پیاده بود. اکرم؟ اکرم؟ بله. اینو تو اواخر یاله سمت راست شب بود که ما یه ساعتی استراحت کردیم که بعد بتونیم پیشروی کنیم تو یال دوم. اونجا خیلی خوشحال بود، همیشه هم یه لبخندی رو لبش بود، علیرغم خستگی برای خود من عجیب بود که بازم با همون شکل میخندید. سمینار اول یکی از دوستان من بود، در ما با هم در انجمن دانشجویان مسلمان انگلیس اونجا هوادار سازمان شدیم. این هم یک خواهر پاکستانی الاصل بود که در واقع فارسی رو تو خود انجمن یاد گرفت و به دلیل همین انگیزش‌های انقلابی که داشت جذب مناسبات سازمان و جذب تشکل هواداران سازمان شده بود که من البته زودتر از اون اومدم به ارتش آزادی بخش تحریرها، اون بعدن اومد و بعد اونجا اتفاقا دوباره به هم رسیدیم و در یک قسمت سیاسی، قسمت نشریه ایران لیبراسیون کار میکنیم با هم که اونجا هم در واقع یک سالی با هم کار کردیم. بعد من اومدم برای عملیات فروغ جاویدان به اشرف و بعد اون به طور تصادفی به هم پیوستیم، دوباره شدیم هم تیم و اومدیم تو تیم مخابرات و حفاظت خود فائزه. اونجا که میخواستم در رتبه خود سمینا در صحنه عملیات فروغ جاویدان بگم این هستش که این یک سری آشنایی به امورات پزشکی و پرستاری داشت. توی دشت حسن آباد که بودیم یه حمله هوایی شد، بعد به ما گفتن که بریم توی این تونلی که یکی از تونل‌های زیر زمین جاده بود که ما رفتیم اونجا پناه بگیریم. جمعیت زیادی چون بودیم تو اون تونل، فکر کنم ارتفاعش هم بیشتر از 1.5 نبود، طوری که ما 4 دست و پا جا به جا می شدیم توی این تونل. همه چون یک سمت نشسته بودیم جریان هوا تبادل نمی شد، بنابراین یه حالت خفگی به بعضی از بچه ها تو وسط این تونل دست داده بود که اینجا نقش سمینا خیلی تعیین کننده بود. اول گفت همه بچه ها ساکت باشین که بعد همه رو به سکوت واداشت، بعد دونه دونه از لابلای بچه ها حرکت میکرد، همه رو منظم میکرد که همه رو مثلا سلاحشون رو میگرفت جا به جا میکرد که همه یه سمت بشینن، طوری که دیگه همه رو ردیف کرد تو یه ردیف، هوا از یک سمت دیگه شروع کرد به جریان پیدا کردن که این نقشش خیلی خوب بود چون همونجا بچه ها مشکل تنفسی پیدا کردن، این میرفت کمکشون میکرد، باشون حرف میزد و که این آخرین، راستش این آخرین صحنه بود که از سمینا یادم هست. این تصویر علی گودرزیه، فرمانده دسته دوم ما، دسته پیاده بودن که من و علی گودرزی و خواهر فرس تا دسته گردان فرمانده قدیر بودیم که خیلی باشور و فعالیت بودن، همیشه خاطرش تو ذهنم هست، بچه هم خیلی دوستش داشتن. ماشین بعدی هم بیاد. علی رضا علیرضا گودرزی، یعنی اسمش را شنیده باشی، اینه که خواهرش هم توی انفجار اتوبوس شهید شد. علیرضا سالها با هم بودیم. علیرضا بیا بهتر نیست بیان اینجا توی فازین پور خواهر مریم شاه حسینی بود که اونم فرمانده گردان بود. مریم شاه حسینی رو من جا اواخر یال اول دیدم که موقعی بود که می‌خواستم پیشروی کنم به سمت یال دوم. خب از قبل همدیگر دیده بودیم ولی مدتی بود همدیگر ندیده بودیم که خیلی خوشحال بود
بعد میگفت که من خیلی منتظرم که این استراحت کوتاهی که تموم شده پیشروی کنیم بریم جلو ساعت دیگه و بعد اونجا پرچم ایران و آرم سازمان را بزنم و پیروزی رو به چشم ببینم. مجاهد حسن فعال هست که این مأمور حفاظت فرمانده تیپ بود که تو صحنه اونجا بعدن تو فیلم ها نزدیکش دیده میشه که کنار فرماندهمون هست، فرمانده تیپمون هست، که اونم در یکی از درگیری ها موقع درگیری ها اونجا به شهادت رسید. خواهرمون شهرزاد که دانشجو بود، دانشجو ترکیه بود که بعدا خلاصه اومد و وارد سازمان شده بود و بعد اومد ما به اصطلاح توی قبل از فروغ باش آشنا شدیم. خیلی مجاهد بود به طور واقعی، خیلی خاکی بود، با اینکه جدید بود با ما هم جدید آشنا شده ولی انگار که سالهاست با ماست. توی مثلا کمک کردن به همه، همراهی کردن با همه، چون خیلی از نفرات هم خب جدید بود و خودش خیلی خواهر خلاصه افتاده و متواضعی بود. من هنوز همه اون حالتاش همه چیش یادمه. یعنی همه خواهرها واقعا دوستش داشتن خیلی زیاد. آره من یادمه که مجاهد شهید فاطمه خوشحال که معاون دستمون بود، اون یک بلندگو داشت، همش شعارهای کوبنده میداد، پیامهای ارتش آزادی بخش رو میخوند و به اهالی میگفت ما ارتش آزادی بخشیم، ما برای سرنگونی آخونده اومدیم. خواهر فائز اولا خیلی فرمانده مسلط و خیلی با تومنینه ای بود تو صحنه. در صحنه برگشت که از گردن حسن آباد به سمت سیاه‌خور حرکت کردیم، چنانچه میدونین اونجا یک کمینی رژیم گذاشت که دیگه یک جنگ واقعا جانانه بود. فاصله ما با دشمن به اندازه همون عرض جاده بود، یه طرف ما بودیم یه طرف دشمن. به طوری که ما لنکروزمون که اومد انقدر شدت درگیری و تبادل آتش زیاد بود که ما دیگه نمیتونستیم حرکت کنیم و همونجا ماشین متوقف شد و فرمان دادن که بیاین بیرون از ماشین و بیرون بجنگین، که ما دیگه اومدیم به شونه خاکی جاده که پایین تر از جاده بود، همونجا شروع کردیم به حرکت کردن و آتش رو حرکت میرفتیم. بعد دیگه با خرفایزه به صورت آتش رو حرکت میرفتیم، یعنی من جلو جلو میرفتم تا میدیدم صحنه در واقع آرومه و میشه حرکت بکنی، به فائزه علامت میدادم و اون حرکت میکرد تا رسیدیم به دشت بزرگی بود، گندمزار بود که گندما تقریبا تا نزدیک های قد ما بود. یه صحنه خیلی شورانگیز بود چون ما رسیدیم دیدیم همه برادرها و خواهرهایی که دسته های مختلف بودن و گردان های مختلف مشغول جنگ واقعا بی امانی با رژیم بودن که از این ور شلیک میشد، از اون ور پاسدارا و مزدورا به هلاکت میرسیدن. صحنه‌های بسیار حماسی بود که طوری که ما که دیگه داشتیم میدویدیم کنار جاده، فائزه دست منو گرفت گفت شهرزاد دقیقه بشین تو، اگه من و تو زنده موندیم برگشتیم، ما شاهدان این حماسه های بی نظیر مجاهدین هستیم که حتما باید این صحنه ها رو ثبت کنی تو ذهنت. یعنی همواره تو صحنه به من هوشیاری میداد، چه خودش که آدم بسیار هوشیار و مسلطی تو صحنه بود و همین که دور اطرافیانش رو و از جمله من رو شدت در صحنه مسلط میکرد که بدونیم در چه نقطه‌ای هستیم و این صحنه های تاریخی چجوری اتفاق داره میفته.
و رقم میخوره. یادم مجاهد شهید ناهید داورزنی که راننده هینوی ما بود. ما در بالای چهارزبر که خط دفاعی بسته بودیم، ناهید مجروح شد که یه دستش گلوله خورد. با یک دست پانسمان شده با تا آخرین لحظه با پاسدارا جنگید. اینا بزنه بدنه کسی رو هم بوده باره. خب منم که لب جاده در واقع اونجا بودم، دیدم آنی ازبر شهید که روح شاد واقعا، از فرانسه میشناختمشون، اسممو صدا کرد، گفت پاشو بریم. همین که به هم گفت پاشو، احساس کردم میتونم بلند شم. کمکم کرد از جاده به سمت ارتفاعات اون طرف کشیدیم بالا. اون بالا جلوتر رسیدیم به بچه‌ها. در واقع آنی بود که منو نجات داد. خودم فکر می‌کردم نمیتونم، چون پاسدارام که اومده بودن دیگه نارنجکم دستم بود. بعد زخمامو رسیدگی کرد، مسکن داد. یادم کیفشو باز کرد برای اینکه زخمامو ببنده، یه روسری زاپاس داشت، اونو استفاده کرد و چون باند دیگه نداشت. فرمانده خواهر سوسن یادش بخیر، اونا اومدن منطقه رو از پاسدارا پاکسازی کردن. بعد فرمان داد که همه مجروحین رو بیارین پایین از ارتفاعات. بعد سوار ماشین همراه با پرستارا برن به سمت کرند. اونجا خواهر مجاهد قهرمان پیمانه که همراه آنی بود، آنی گفت من نمیرم، من همینجا میمونم. اون خواهر پیمانه هم گفت منم با آنی میمونم. خلاصه بچه ها نمیخواستن از صحنه کنده بشن، همه وامیستادن. خواستم یه چند جمله سر فرمانده گیتی بگم بهتون، چون من دو تا عملیات، هم عملیات چلچراغ هم عملیات فروغ جاویدان، خوشبختانه همراه فرمانده گیتی بودم. و بسیار چیزی که تو صحنه من ازش در هر دو عملیات دیدم، اون تسلط و به قول معروف خونسردی بود که به عنوان یه فرمانده توی صحنه میتونست هم صحنه رو خوب بگردونه و به اصطلاح استفاده خیلی عالی از موقعیت ها بکنه، و اینکه بسیار مسلط به هر شرایطی که توش قرار می گرفت، و این هم به خود ما خیلی انگیزه میداد. و همه جا به قول معروف اون فرمان آتشی که میداد برای شکستن اون حصر به قول معروف، یا شکستن اون بنبستی که آدم حس میکرد اونجا گیر کرده، خیلی کارساز بود. همونطور که بعدن هم گیتی، فرمانده گیتی توی اشرف مثلا باقی موند و با صد تا از مجاهدین اونجا بود، برای خودش شهید شد و مثلا به خیلی ستارگان و شهدا پیوست. یادش گرامی باشه که همیشه تو قلبم جا داره و همیشه یادشم.
به ما شب گفته شد که میخوایم برای تجدید سازماندهی به عقب برگردیم و بعد ما باید حرکت میکردیم بریم به سمت اسلام آباد و کرن. ما به همراه دوتا ماشین سیمای مقاومت حرکت کردیم، ولی در سیاه‌خور اونجا کمینی گذاشته بودن که دیگه نمیشد با ماشین تردد کرد و جلو رفت. اونجا تیپ فرشید متوقف شده بود که فرشید اونجا به ما گفتش که ما رو جمع کرد و گفت که نمیشه با ماشین از اینجا عبور کنید، شما تیمای سیمای مقاومت ما رو سپرد به برادر مجاهدمون تراب که به عنوان راهنما ما را از سمت راست تپه ها رو دور بزنیم و بتونیم بریم به پشت. بعد تو این فاصله دیگه آماده می شدیم که حرکت کنیم، برادر فرشید منو صدا کرد، یک ماموریت به من ابلاغ کرد، گفت که تیم های فیلم بردار اون موقع بودن اینا رو به خاطر اینکه تضمین داشته باشه و به سر تو مسیر، چون جاده رو حدس می‌زدیم آلوده است، هم تهدید هوایی بود، هواپیما می‌بودن می‌زدن و هم احتمال کمی می‌دادیم که در مسیر با کم برخوریم. بنابراین چون این فیلم‌ها فیلم‌هایی از صحنه‌های مختلف ارتشوزبخ گرفته شده بود، باید سالم به عقب منتقل می‌شد، به من ماموریت دادن که همراه با این گروه‌ها پیاده در جاده، خارج از جاده و از طریق پیاده این کمین و این مسیر رو دور بزنیم و به اسلام آباد بریم. بعد ما آماده حرکت شدیم. من وقتی رفتم سلام وردارم با خشاب برای حرکت، در اونجا من نوارای فیلم برداری که از صحنه گرفته بودم از تو کلو پشتی در آوردم و اونا رو گذاشتم تو پیرنم، چون من ارزش اون فیلم رو میدونستم که اونا صحنه های تاریخی هست و نباید از دست بره. برای کسی که فیلم برداری میکنه از اینجور صحنه ها مثل بچهش میمونه، اون فیلم نمیخواد از دستش بده. برای های من نوارا رو با خودم همراه کردم، گذاشتم تو پیرنم، دوگمه رو بستم، سلاح به دست از اون صحنه اومدیم. بنابراین ما اون دو ماشین لندکروزی که داشتیم و تمام امکاناتش رو اینطور تشخیص دادیم به فرماندهی خود مجاهد شهید نادر افشار، اینطور تشخیص دادیم که از همه اونها بگذریم، ولی مطمئن ترین راه برای سالم به مقصد رساندن این نوارها را طی کنیم و انتخاب کنیم. بنابراین ماشینا رو، هر دو ماشین و لند کروز رو با تمام امکانات گذاشتیم. چون اطلاعات قبلی را من خودم داشتم، از اون بالا دیده بودم که نیروهای رژیم کدوم سمت هلی برد میشه، بنابراین برآوردم این بود که تهدید از سمت چپ، از سمت راست تهدید نداریم، نباید دشمن باشه، ولی علارغم این سعی کردیم هرچی از جاده، چون رژیم هم تحرکاتش بیشتر حول به اصطلاح جاده بود، یعنی از روی جاده بود، از جاده سعی کردیم هرچی بیشتر فاصله بگیریم. اینجوری من فیلم‌ها رو آوردم، ولی تو مسیری که می‌رفتیم خیلی پشیمون شدم که چرا دوربین رو نیاوردم، چون که بازم صحنه‌های زیبایی می‌دیدم که از روستایی‌هایی که کمک می‌کردن بهمون، از رژیم که دوباره خونپاره می‌زد تو راه، همه صحنه‌ها، ولی متأسفانه افسوس می‌خوردم که چرا دوربینم همراه نیاوردم. البته اون موقع تصمیم درستی بود، چون که ما باید هر لحظه آماده درگیری می‌بودیم. تو اون شب که می‌رفتیم هیچ چی معلوم نبود چی میشه و باید با سلاح می‌جنگیدیم، ولی خب ذهن من همزمان این بود که هم سلاح و هم دوربین هم دوراب داشته باشم. وقتی به ارتفاعات بالای اسلام آباد رسیدیم با یه سری اهالی مواجه شدیم، به طور خاص یکی از اهالی شریف خود اسلام آباد بود، ازش کمک خواستیم ما رو به سر راهنمایی کنه و حتی بعضن مواردی داشتیم که بخشی از راه رو خودشون جلوی ما میافتادن که اگر به موانع از دشمن برخوردن با حرکات دست و یا نوعی که قرارداد گذاشته بودیم به ما اطلاع بدن که نیان تا اون مسیر رو عوض کنه و یک مسیر دیگه بره. ما رو راهنمایی کرد تا بالای ارتفاعاتی که دیگه اسلام آباد دیده میشد. اون موقع هنوز اسلام آباد دست خودمون بود. نیروهای خودمون رو دیدیم، وصل شدیم به بچهای خودمون. و اون امانت بزرگ را همچنان که فرمانده نادر افشار گفته بود، به عنوان بخشی از اسناد تاریخی انقلاب نوین ایران و ثبت حماسه ملی و میانی
فروغ جاویدان به صاحب اصلیش به ستاد فرمانده ارتش آذر بخش رسوندیم تا به خلق قهرمان ایران و تمام جهانیان گوشه ای از آن حماسه ای که رزمندگان آفریدن و فدیو پرداختی که فرمانده ارتش آذر بخش کرده بود و به معرض دید بگذارند.